عناوین اصلی: اظهارات بی‌شرمانه یک مسئول کشوری. مردم در تعیین حکومت نه حقی دارند و نه نقشی دارند. اعلام عزای عمومی: خنجر خامنه‌ای بر قلب مردم ایران. به کیوسک خوش آمدید. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. به گزارش سایت بهار نیوز، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه 7 فروردین درباره عواقب یک دست شدن رژیم هشدار داد و گفت اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مسئله خطرناکی برای کشور است و حتی خطر امنیتی دارد. محمد صدر با اعتراف به اینکه در نظام آخوندی مردم جایگاهی ندارند افزود عده‌ای از فقهای چه شیعه و چه سنی هستند که بر این باورند مردم نه حقی دارند و نه نقشی دارند. رأس حکومت نیز از بالا تعیین می‌شود و آرای مردم صرفاً به عنوان زینت تلقی می‌شود و در واقع حق مردم نیست که بخواهند حکومتی تشکیل دهند. وی همچنین گفت دیکتاتوری مذهبی دیکتاتوری وحشتناکی است، بدین گونه که به عنوان مثال فرد با خشونت عمل می‌کند و با خشونت افراد مختلف خود را از بین می‌برد و در این حال تصور می‌کند که با این اقدامات به بهشت نیز می‌رود، یعنی به نوعی حکم خدا را اجرا می‌کند. صدر همچنین با نادیده گرفتن گفته خمینی که حرف خود را بر حرف مردم اولویت می‌داد گفت امیدواریم که هیچگاه به اینجا نرسیم و بنده هم فکر می‌کنم انشاءالله نمی‌رسیم، به این دلیل که رهبری نظام در چارچوب تفکرات امام می‌اندیشد. مهمترین مسئله نیز همین موزگیری اخیر ایشان بود. این موزگیری اخیر ایشان برخلاف نظر اصولگرایان تند یا همانهایی که چندان به رأی مردم اعتقاد ندارند بود. این مهره حکومتی همچنین افزود در واقع این عده تصور می‌کردند می‌توانند انتخابات ریاست جمهوری را مانند انتخابات مجلس برگزار کنند و فقط یک نفر کاندیدا داشته باشد. حال اگر درصد مشارکت نیز بالا نباشد از نظر آنها مهم نیست. و از نظر این عده مهم نتیجه است که بتوانند قوه مجریه و دولت را در اختیار بگیرند، با این تصور که در حال حاضر قوه قضاییه و قوه مقننه را در اختیار دارند. از این رو حکومت نیز یک دست شود. وی همچنین به کسادی انتخابات مجلس اشاره کرد و افزود بنده در چندین مصاحبه عرض کردم که اگر چنین اتفاقی رخ دهد مسئله خطرناکی برای کشور است و حتی خطر امنیتی دارد، چرا که اگر انتخابات ریاست جمهوری مثل انتخابات گذشته مجلس باشد مشروعیت نظام زیر سوال رفته و این موضوع نیز زمینه طمع بیگانگان برای ایجاد یک سری توطئه‌های علیه جمهوری اسلامی فراهم می‌کند و به بیانی جمهوری اسلامی را در معرض خطر قرار می‌دهد. صدر همچنین اشاره دارد به وضعیت شورای نگهبان و دیکتاتوری که از طریق آن اعمال می‌شود و می‌گوید جمهوری یعنی حکومتی که در شکل‌گیری آن جمهور یا مردم نقش دارند. حکومت با رأی مردم تشکیل شد، بنابراین باید پاسخگو باشد. این مسئله که ما فکر کنیم که حالا مسئولیتی کسب کردیم و هر کاری دلمان بخواهد انجام بدهیم و به هیچ کدام از مسائل پاسخگو نباشیم، در ماهیت جمهوری معنا پیدا نمی‌کند. به عنوان مثال همین عملکردهایی که شورای نگهبان در انتخابات گذشته مجلس و یا بخش‌های دیگر داشتند حاکی از این است که هر کسی را که تمایل داشته باشند تایید و هر کسی را نخواهند رد می‌کنند. در نتیجه اصلا هم پاسخگو نیستند، به رغم اینکه به هر حال توصیه شده که حداقل ممکن به خود افراد گفته شود چرا رد صلاحیت شده است، اما شورای نگهبان این کار را انجام نمی‌دهد. از این رو این مسئله در چارچوب جمهوری معنا نمی‌دهد. باید امروز روز عزای ایرانیان باشد، زیرا این قرارداد 25 ساله‌ای که با چین امضا شد جنبه‌های پنهان فراوان دارد، از منظر استراتژیک و راهبردی یا به عبارتی سند بالادستی در یک فرایند یک طرفه و دراز مدت ایران را به یک نیمه مستعمره چین تبدیل خواهد کرد. در طی 2 دهه گذشته چین امتیازات فراوانی به کشورهای مختلف داده بود تا در پروژه جاده راه ابریشم شرکت کنند، اما ایران تنها کشوری است که برعکس کشورهای شرکت کننده با تمکین مطلق و پذیرش نوعی کاپیتولاسیون و برای فرار از فشار حداکثری آمریکا در مقابل چین تسلیم شده است تا چتر حمایتی چین را در شورای امنیت سازمان ملل در مقابل جنگ با آمریکا و به اصطلاح استکبار تضمین کند. این یعنی از ترس و توهم مارغاشیه به دامان اژدهای واقعی فرو رفتن. می توان از عضو شدن در سازمان همکاری شانگهای و اجرای طرح اینترنت ملی و کنترل فضای مجازی توسط تکنولوژی چینی به عنوان انگیزه های دیگر جمهوری اسلامی نام برد.
جمهوری اسلامی بدون پرداختن به جزئیات و انتشار مواد قرارداد اعلام کرده که این قرارداد در کلیت خیش جنبه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد، از جمله سرمایه‌گذاری‌های درازمدت و استراتژیک در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، کشاورزی جهانگردی، فناوری، ارتباطات، بهداشت، تجارت و زیرساخت‌ها و همکاری‌های نظامی، امنیتی، فرهنگی و غذایی. این دو جنبه آخری یعنی فرهنگی و غذایی اهمیت ویژه‌ای دارند. باید پرسید ام القرای جهان اسلام چه وجه مشترک فرهنگی با کشوری دارد که حداقل 1 میلیون مسلمان خود را در اردوگاه‌های اجباری مغزشویی، اسلام‌زدایی و بیگاری زندانی کرده است. در مورد جنبه غذایی آن باید پرسید سیستم غذایی ایران که بر اساس شرع اسلام شیعه استوار است چه قرابت و همگونی با سیستم غذایی بنا شده بر مبنای آموزه‌های حزب کمونیست چین دارد، الا مستثنا شدن پاسخگویی حقوقی و غذایی شهروندان چینی شاغل در ایران بر اساس اصل کاپیتولاسیون. وانگهی بر طبق اصل 77 قانون اساسی، قبل از امضا و پذیرش مفاد عهدنامه‌ها و قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اما شوربختانه شاهد سکوت معنادار مجلسیان حلقه به گوش هستیم. این قرارداد که بانی آن لاریجانی رئیس سابق مجلس به نیابت از رهبر جمهوری اسلامی است، آنقدر سری و مخفی بود که اگر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آن را افشا نمی‌کرد، هیچ گونه حدس و حدیثی در مورد آن صورت نمی‌گرفت و به قول سنایی دزد چینی در تاریکی شب با چراغ می‌آمد و گزیده تر کالا می‌برد. در طی دهه گذشته چین زیست محیط دریایی خلیج فارس و سواحل مکران را با حضور کشتی‌های ترال خود نابود کرد. بر اساس این قرارداد آنها نه تنها برخی از جزایر ایرانی خلیج فارس را با ایجاد پایگاه‌های نظامی عملاً اشغال کرده‌اند، بلکه به سواحل مکران در هرمزگان و جنوب بلوچستان نیز قدم خواهند گذاشت تا پروژه‌های مختلفی را در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، شهرسازی و زیرساخت‌های متعدد در دست بگیرند که در عمل باعث تغییر کامل بافت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک منطقه خواهد شد. سرمایه‌گذاری بین 280 تا 400 میلیارد دلاری چین با بهره بالا ایران را برای همیشه با لگام‌پذیری مطلق تحت استیلا و انقیاد چین خواهد کرد. چین به خصوص در رابطه با کشورهای فقیر و ضعیف آفریقایی و آسیایی مثل پاکستان، بنگلادش، برمه و سریلانکا تجربه فراوانی در دیپلماسی اقتصادی سیاسی قرض تله یا وام تله و انعقاد قراردادهای نابرابر بین دو کشور نابرابر دارد. بسیاری از این کشورها به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های سنگین ناچار شدند بنادر مهم کشور خود را کاملاً و با حفظ کاپیتولاسیون به مدت 99 سال در اختیار چین قرار بدهند. اژدهای چین گربه‌ای نیست که محض رضای خدا موش بگیرد. چین معمولاً بین 8-11% سود طلب می‌کند. با توجه به حداقل 280 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین و سقوط ممتد ارزش ریال ایران، در طی 25 سال آینده ایران به کشوری ورشکسته و فروپاشیده تبدیل خواهد شد، زیرا هر گونه اصلاح در ضمائم این قرارداد باید با رضایت متقابل طرفین انجام شود. به همین دلیل حتی در فردای یک ایران آزاد و دموکراتیک و مستقل اما متمایل به غرب، باز هم گروگان اژدها خواهد بود. از هموطنان تقاضا می‌کنیم با مخاطرات دراز مدت، ماندگار و پر اهمیت این قرارداد احساسی و شعارگونه برخورد نکنند، زیرا همان گونه که ایرانیان در طی 2 قرن گذشته نتوانستند جز نوح سرایی ذره‌ای کار در مورد ضرر و زیان دوامدار قراردادهای گلستان و ترکمنچای انجام بدهند، اکنون نیز با تکرار تاریخ به قول حکیم سعدی دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست، وگرنه سیل چو بگرفت سد نشاید بست. به احتمال زیاد در طی 25 سال آینده چین ابرقدرت اقتصادی، نظامی و حتی سیاسی جهان خواهد شد. در آن صورت فسخ یک جانبه معاهده و لغو قراردادهای تجاری منبعث از آن بیشتر شبیه خودزنی از نوع آشورایی خواهد بود و بس. دریغا تنها کاری که در این روز تلخ تاریخی از ما برمی آید، روشنگری، اعتراض، سازماندهی و شوربختانه، تسلیت گویی و سوگواری و عزاست و حقا باید عزا گرفت.